بازار بزرگ تهران، جایی که قلب اقتصادی پایتخت ایران به شمار می آید. در اینجا مردم عادی و تجار ثروتمند در کنار هم دیده می شوند. همه منتظر نتیجه نهایی مذاکرات هسته‌ای و برداشته شدن تحریم های هستند که سالهاست فشار سنگینی را به مردم و دولت وارد کرده است. در این مرکز بزرگ اقتصادی فروشندگان و مردم همه از رکود سخن می گویند. دلار رفت بالا و دیگه قدرت خرید مردم هم کم شده. ببین الان این کاسبی بازار دیگه، همه فروشنده دم در وایستادن. تحریم های بین المللی نه تنها تولید و گردش مالی را در ایران مختل کرده، بلکه بخش های حیاتی نظیر بهداشت و درمان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. داروهای خاص یا بعضی از داروهای سرطانی گاهی با تأخیر وارد می شد، بعد قیمتش هم رفت بالا و من خیلی امیدوار هستم که انشالله این مذاکرات مثبت پیش بره و قبول بشه، چون فشار از روی مردم نه تنها روی دارو بلکه در تمام جنبه های دیگه زندگیشون برداشته شه. مهدی کافه‌دار تهرانی است. او نیز تبعات ناشی از رکود اقتصادی موجود و بالا رفتن قیمت ها را به خوبی درک کرده، اما از نگاه او لغو تحریم ها همه مشکلات را حل نمی کند. انتظارم ندارم که واقعا تحریم ها برداشته شه، دلار 3000 تومان بشه 1000 تومان، انتظار بی جاییه. ولی اینکه انتظار داشته باشی یک تکونی بخوره بازار، یه ذره از این رکود در بیاد، سرمایه های یه ذره در جریان بیفته، همین باعث میشه که یه ذره کسب و کار رونق پیدا کنه. اقتصاد ایران با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم میکند که علت همه آنها تحریم های بین المللی نیست. بسیاری از اقتصاددانان و نیز دولت مردان فعلی سیاست های غلط اقتصادی به اجرا گذاشته شده در دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را عامل اصلی نابسامانی های موجود میدانند. به اعتقاد آنها تحریم ها نیز فشار مضاعفی را بر اقتصاد بیمار ایران وارد کرده است. رفع تحریم ها و رونق کسب و کار به اولویت جدی مردم ایران تبدیل شده است. مردمی که این روزها با امید شنیدن خبر برچیده شدن تحریم ها مذاکرات هسته‌ای از وین را با دقت پیگیری می کنند. جواد منتظری، یورو نیوز، تهران.